سلام علیکم دوستان عزیز با شما باز من دکتر خاتمو از طرف شما بسیار پیشنهادها شد که درباره بیماری استخاندروز یک ویدیو تهیه کنم من کوشش کردم یک ویدیو آماده کرده درباره بیماری استخاندروز به شما کوتاه‌تر معلومات دهم لیکن این بیماری جدی بوده خیلی موضوع کلان است برای همین در آینده حرکت میکنم یک دو ویدیو دیگر درباره بیماری استخاندروز و تبابت آن تهیه کنم اگر یکون سوال داشته باشید در کامنتار یا که در اینستاگرام من دکتر خاتموف نویسید مرحمت ویدیو رو تماشا کنید اگر به شما مخلوب باشد لایک مونده به کانال ما ابونه شوید و حتما زنگوله رو پخش کنید استیاخاندروز از دو کلمه یونانی استیا استخوان و خاندروز غصرفی یعنی خریش عبارت است چی طوره که میدانیم ستومهره از استخوانهای ستومهره و دیسک بین ستومهره ها عبارت است سرشوی بیماری استخاندروز از موضع آغازش با دردهای شدید در عضوهای گوناگون بدن خصوصا قسم پایان میان و گردن میگذارد از روی ساخت در بین همه ستومهره ها کانال هرومز میگذارد در آن خود هرومز جایگیر است و از آن ریشه های عصب میگذارند و در نوبت خود همه عضوها و سیستم های بدن را اداره میکنند این معنای آن را دارد که استخاندروز به همه ارگانیسم تاثیر خود را می رساند. قریب همه بیماری های عضوهای درونی از حالت ستومهره وابسته می باشند. بهوده نگفتن سرچشمه همه بیماری ها عصب است. برای همین هم هنگام توبت و بهتر شدن حالت ستومهره حالت تمام ارگانیسم انسان خوبتر می شود. اکنون سبب های پیدا شدن استخاندروز ستومهره را نمبر می کنم. آسیب دیدن در وقت بار وزن برداشتن، وزن زیادتی، عادتهای بد و تیز تیز عصبانی شدن، حرکتهای نادرست کردن، کم حرکتی، نفرانی که کارخواهشون ششته، یعنی هر روز در پیش کمپیوتر زیاده از 4-5 ساعت ششتن. اکثرا در وقت توبت استخاندروز از بیماری های گستریت، کولیت، زخم معده، استمای برانکیالی، سنگ گرده، بیماری‌های گوناگون پوز، اینچنین از التهاب زنونه و مردانه رها می‌یابد. در برابر پیرشوی و بی‌حالشوی ستومهره، موشک‌های آن هم پیر و بی‌حال می‌شوند که این با ویرانشوی غذا و جمع‌شوی ماده‌های از نتیجه متابولیسم به وجود آینده می‌آورد. در نتیجه موشک‌ها خصوصیت آرامی را از دست می‌دهند و همه وقت زیر فشار قرار می گیرد. این باعث می گردد که مبادله مدخو در پیوندها و رگها ویران شود. اگر شما به این کسلی دچار شوید و سر وقت توبه نگیرید و فکر کنید که با سببهای نامعلوم خودی درد آهسته آهسته گم می شود خطا میکنید. برای اون که روند بیماری مرحله به مرحله در بدن بیمار زیاد می شود. درد میان شدت می گیرد و تا درجه می رساند که درد سر سرچخ زنی، کرخشوی دست و پای خو، از پای موندن بیمار، درد در قسم دل، بلندشوی فشار خون و گم کردن فعالیت کاری سر می زند. باز می تواند سبب های پیداشوی، پروتروزیا، چوره یعنی گریژه، سکالیوز، کیفوز یعنی کشوی ستومهره، رادیکولیت و اترافیه یعنی خرابشوی مشک ها گردد. برای معاین کردن این بیماری از تشخیص رنتگن یا که تامگرافی کامپیوتری استفاده میبرند. تبابت این بیماری باید معالجه مدیکامنتوزی، فیزیوتراپی، مشقهای تبابتی با مشقهای کشاده شوی بندها و مستحکم کنی مشکها، معالجه منوالی، مخصی معالجوی برای تیزتر و بهتر گردیدن مدخها در بافتها ضرور است. مشکها و بندها با ستومهره در علاقه جدا نشونده و برگردانیدن ستومهره با حالت مقرری غیر امکان است. با استثنای حالتی که مشکها و بندها پر و ملایم و در وضع الاستیکی نباشند. از قدیم به همه معلوم است که حرکت اساس حیات ارگانیسم انسان است. مشکهای جسمانی عامل یگانه برطرف گردیدن بیماری و حفظ سلامتی می باشد. با باوری می توان گفت که حرکت جسمانی اصول بهترین توبت انسان به حساب می رود.
شخصی که میخواهد بیماری اسکلروز را توبت کند و آن را از بین برد باید این قاعده را داند. حالت سکمه و حالت ارگانیسم.